زنای مدینه گفتن بریم ملاقات فاطمه، اومدن کنار بستر نشستن. بیبی جان چرا انقدر روز به روز آب میشی و میسوزی؟ بگم نگم؟ نگی سید بیرحمه؟ آخه بعد در و دیوار هر نفسی که می کشید خونه تازه می اومد. اومدن بیبی رو ملاقات کردن، داشتن می رفتن به رسم ادب زینب پشت سر زنای مدینه. گاج زینب برا بدرقه نمیرد، دیدن جلو حجره نشسته زانوی غم بغل گرفته گریه میکنه. داداشا دورش گرفتن، زینب چی شده اینجور گریه میکنه؟ گفت داداش زنا اومدن ملاقات مادر، من روزم همینه. داشتن میرفتن دیدم زنا یه چیزی به هم میگن، به هم اشاره میکردن، دم در میگفتن دیگه زهرا رفتن. مگه ما چند سالمونه بخوایم بی مادر بشیم؟ آخ مادر، آی زمزمه کن بلد باش. فاطمیه بهت اجازه دادن به بیبی بگی مادر بگو. آخ مادر مادر مادر، همون جا حسن میشه از رو زمینه میگو بلایی بشگنه دستم و غیره. من دارم مراعات میکنم، میخوام روزه نخونم، اما تو منو مجبور میکنی. بسم الله. حسین گریه میگرد، زینب گریه میگرد، اما همه جون نگاه میکردن میدیدن حسن یه جور دیگه گریه میکنه. میدونی چرا؟ آخه اون چیزی که حسن دیده حسین ندیده. گفت دستم تو دست مادرم بود. یا امام رضا منو ببخش آقا. من وسطای کوچه یه نانجیبی جلو مادر رو گرم، یه قدم جلو می اومد، مادر چند قدم عقب عقب می رم. یه وقت دیدم دستشو بالا با، لال بشم نگم، یه جور زد، دیدم گوشوار از گوش مادر رو زمین. ای میگو حسن جان به بابا چیزی نگو مادر، اینجا برید در خونه صاحبمون. مادر جان 18 ساله بودی سیلی خوردی، پسرت زیر بغلات گرفت، وسط بیابونی دختری افتاد، هرچی میگفت بابا. همه بچه ها وقتی کتک میخورن قوی ترین کس خونوادن رو صدا میزنن، تا تو صورتش زد. گم کجایی